Música کتاب سقوط قسطنطنیه افسران مدینه در حالی که امپراتور نیز حضور داشت یک شورای جنگی آراستند که چگونه خطر تیراندازی ترک ها و به خصوص توپ های سنگین آنها را از بین ببرند یوسیانی گفت توپ بزرگ را با فلاخون و تیر و کمان و شمخال نمی توان ساکت کرد برای ساکت کردن توپ های بزرگ ترکان باید توپ بزرگ به کار انداخ و لوکاس که فرمانده قوای ذخیره و فرمانده منطقی داخلی بندر است دو توپ بزرگ را در آن منطقه بی استفاده معطل کرده گاهی به طرف کشتی های جنگی ترک از جلوی بندر می تیراندازی می کند بدون اینکه آسیبی به آنها برساند شما از من میخواهید که من از مدینه دفاع کنم ولی نه توپ به من میدهید و نه باروت و من چگونه میتوانم بدون توپ و باروت از مدینه دفاع کنم لوکاس تاراس وقتی این حرف را شنید با برودت چنین جواب داد همه میدانند منطقی داخلی بندر یکی از ضعیفترین مناطق دفاع این شهر است هر لحظه ممکن است که کشتی های جنگی ترکیه زنجیر مدخل بندر را پاره کنند و وارد بندر شوند. من باید بتوانم با توپ آنها را دور کنم اما باروتی که من در آن منطقه مصرف می کنم از طرف خود من تهیه می شود و من با پول خود آن را خریداری ام. شما می گویید که تیر توپ های من به کشتی های ترک اصابت نمی نماید. در صورتی که چنین نیست ما تا کنون با همین توپ یک گالر ترک را غرق کرده به چند گالر هم آسیب وارد کردیم اگر ترک ها بفهمند که ما در منطقه داخلی بندر توپ نداریم هجوم خواهند کرد و زنجیر مدخل بندر را خواهند گسیخت و وارد بندر خواهند شد گیوستیانی گفت اینکه شما میگویید اشکال تراشی است و کارشکنی است زیرا منطقه داخلی بندر دارای وسیله دفاع است و کشتی های جنگی ونیز که در آن بندر هستند بهترین وسیله دفاع از آن می باشن. اگر آن کشتی ها نتوانند کشتی های جنگی ترک ها را از منطقه داخلی بندر دور کنند پس به چه درد می خورن؟ برای چه امپراتور باید حقوق ناخدایان و ملوانان آنها را هم بپردازد سپس گیوسیانی با لحنی بسیار زننده گفت لوکاس توتاراس من شما را می شناسم و میدانم چه فکر می کنید و شما مردی هستید بد تینت و سیاه دل و قلب شما از ریش سلطان محمد سیاه تر است چون پیش بینی میشد که لحظه دیگر آن دو نفر دست به شمشیر خواهند برد امپراتور میانجیگری کرد و گفت شما را به حضرت مسیح سوگن هم که نزا نکنید و یک موضوع نظامی و اداری را بهانی مشاجره ننمایید در هر کار از بنایی و نجاری گرفته دادفاع دفاع شهری مثل مدینه از این نوع اختلاف نظرها بین کسانی که با هم کار میکنند به وجود میآید نباید این اختلاف سلیقه ها باعث نزا شود و لوکاستوتاراس همین چند روز به ما یک خدمت بزرگ کرد او به اتفاق یوهان مانع از این شد که ترک ها بتوانند از تونل برای ورود به مدینه استفاده کنند وقتی او میگوید که توبها برای دفاع از منطقه داخلی ضروری است قصد اشکال تراشی و کارشکنی ندارد بلکه میخواهد از شهر دفاع کند و همه شما که در اینجا هستید برادر دینی می باشید. در واقع ما برای یک منظور و فداکاری می کنیم و من از شما دو نفر درخواست می کنم که یکدیگر را در آغوش بگیرید و ببوسید تا کدورتی که به وجود آمده رفت گردد. گیوسیانی با خشونت جواب داد. هرگاه بدانم اگر شیطان را ببوسم به من باروت و توب خواهد داد او را خواهم بوسید ولی لوکاستوتراس حاضر نیست که به من توپ و باروت دهد لوکاستوتراس هم که نمیخواست گیوستیانی را ببوسد از مجلس شورای جنگی خارج شد گیوستیانی و دیگران را به حال خود گذاشت تا هر موقع که میتواند مسئله دفاع در قبال توبهای بزرگ و برج جدید ترک ها را حل کنند وقتی لوکاستوتاراس از مجلس خارج شد من نیز برخواستم و او را تعقیب نمودم زیرا نمی بیش از آن از زن خود آنا دور باشم. در خارج به او رسیدم و گفتم لوکاستوتاراس شما گفتید که میل دارید به تنهایی با من مذاکره کنید و اینک من برای مذاکره آماده هستم. من تصور می کردم که او برا شفته خواهد شد و با من پرخاش می کند. ولی او برخلاف انتظار من تبسم کرد و دست روی شانه من نهاد و گفت آنجلوس شما شرافت من و خانواده ام را متزلزل کردید دخترم را وادار کردید که علیه پدرش قیام کند ولی امروز روزی نیست که من برای این موضوع با شما نزا کنم و یک مرد لاتینی چون شما را که به من توهین کرده از ادب نمایم امیدوارم که در آینده طوری رفتار کنید که من این واقعی را فراموش کنم من به خود جرأت دادم و گفتم آیا ممکن است من دختر شما و زوجه خود را ببینم؟ لوکاستوتراس لحظه ای خیر مرا نگریست و بعد گفت ولی شما می توانید او را در منزل من ببینید چون او هم میل دارد با شما صحبت کند همان بهترین که این ملاقات در خانه من صورت بگیرد آنا بالاخره یک یونانی و دختر پدر خود می باشد و یقین دارم که هنگام ملاقات با شما طبق شعن و شخصیت قیش رفتار خواهد کرد من با لحنی که براسی سمیمی بود گفتم لوکاست و امیدوارم که خداوند به شما پاداش نیکو دهد و من در مورد شما سخت اشتباه کرده بودم من فکر می کردم که شما نمی که من دخترتان را ببینم در صورتی که اینک می فهمم که شما مردی شریف و نیک فطرت هستید و با ملاقات من و آنها موافق می باشید او تبسم کرد و سکوت نمود و من که برای دیدن آنها بیتاب بودم با صدایی که می لرزید پرسیدم چه موقع می توانم او را ببینم؟ لوکاستو تاراسن گفت شما اگر میل و فرصت داشته باشید می توانید هم اکنون او را در منزل من ببینید و سوار یکی از اسبهای من شوید تا به اتفاق به منزل برویم من اگر در آن موقع قدری فکر می کردم شاید متوجه می شدم که حسن نیت غیر منتظره لوکاستو تاراس بی علت نیست ولی شاق دیدار آنا همه چیز را از نظرم محو کرد و نه در فکر جنگ با ترکا بودم و نه انجام وظیفه در حصار و نه در فکر اینکه شاید در خانه لوکاستو تاراس خطری مرا تهدید کند حتی اگر این فکر به خاطرم می رسید و می دانسم که در آن خانه دچار خطر می شوم اگر یک جلاد با ساتور کنار من می ایستاد و می گفت که اگر تو بروی و آنها را ملاقات کنی با این ساتور سرت را از پیکرت جدا می کنم باز آزم خانه آنا می شدم و به جان خود اهمیت نمیدادم. این بود که بیدرنگ سوار یک مرکب سیاه رنگ متعلق به لوکاستو تاراس شدم و به اتفاق او در خیابانهای مدینه به سوی خانه آن مرد تاختم. وقتی در خیابان ها اسب میتاختم تا خود را به آنا برسانم گویی بال آورده و مثل یک فرشته به سوی عرش پرواز می کنم. من تصور نمی کنم که یک فرشته وقتی به سوی عرش اعلا پرواز می کند تا با خداوند تکلم کند آنقدر که آن روز من خوشوقت و سعادت من بودم خوشوقتی و سعادت داشته باشم. انگار دنیایی که تا آن موقع در نظر من چون دوزخ بود یک مرتبه مبدل به جنت شد من فکر می کردم که آسمان و خورشید در شادی من شرکت دارند و به همین جهت آسمان آنطور آبی رنگ و صاف و خورشید آنچنان درخشنده است مقابل خانه لوکاستو تاراس از اسب پایین آمدم و به اتفاق صاحب خانه به طرف در رفتم و قبل از اینکه وارد خانه شوم متوجه شدم که کاسک و خفتان و موزه من خاکالود است و تا آنجا که ممکن بود قبل از ورود به خانه خود را تمیز نمودم. وقتی صاحب خانه دقل باب کرد یک مستخدم که لباس رسمی شغل خود را به رنگ سفید و آبی در برداشت در راب بر روی ما باز کرد. تاراس اول به من گفت که قدم به خانه بگذارم و خود در قفای من وارد شد و به خادمی گفت که به آنها اطلاع دهند که من آمدیم. خادم رفت و بعد از رفتن او لوکاس تو به من گفت من میروم و شما را تنها میگذارم وقتی خادم مراجعت کرد شما را راهنمایی می کند و نزد آنا خواهد برد. چند لحظه بعد از رفتن صاحب خانه خادم مراجعت کرد و به من گفت که آنا منتظر من است و مرا به سوی یک اتاق برد. من تصور کردم که این بار هم مثل دفعه اول که من آنا را در خانه اش دیدم هنگام ملاقات یک خاجه حضور خواهد داشت ولی وقتی که من وارد اتاق آنا شدم غیر از او کسی در اتاق نبود آنا زیباتر از همه وقت با اندامی که خداوند بهتر از آن در زن نیافریده بود به طرف من آمد من دانستم از این جهت آن را از همه وقت قشنگتر و باشکوه تر می بینم که او در محیط باشکوه کاخ خود مرا می پذیرد. یعنی من در جایی که او را ملاقات می کنم که تجمل و زیبایی اساس البیت آن به زیبایی زن من می افزاید. چشمای خورمایی او می و لبهایش تبسم می کرد. وقتی به من نزدیک شد عطر مخصوص او یعنی عطر سنبل قلب و روح مرا لرزانید و گفتم. آنا تو از فرشتگان بهش خوش بود ترستی و آنقدر زیبا می باشی که قشنگی و شکوه تو مرا کوچک کرده آنا دست مرا گرفت و از آن اتاق به اتاق دیگر که کوچکتر و راحت بود برد و مرا نشانید و کنارم نشست و من گفتم آنا انقریب همه چیز پایان خواهد یافت زیرا وضع جنگ خیلی وخیم شده و من امروز وقتی وضع حسار را دیدم فکر کردم قبل از اینکه تو را ببینم خواهم مرد و اکنون خدا را شکر می کنم که به من فرصت داد که قبل از مرد تو را ببینم آنا خندید و گفت زکریا تو همواره راجب مرگ صحبت می کنی سپس یک مینای آشامیدنی را به دست گرفت و قدری از آن را در جام ریخت و وقتی به دهان بردم متوجه شدم که به رسم ترکها آن را با زنجبیل معطر کردند بعد از اینکه آشامیدنی را نوشیدم گفتم آنا اکنون اگر بمیرم بدون تأسف از این جهان میروم چون به آرزوی خود رسیدم و آرزویم این بود که تو را ببینم آنا گفت آیا آرزوی شما فقط دیدن من بود و نسبت به من آرزوی دیگر نداشتید مگر من زن شما نیستم گفتم آنا هیچ گل خوشبو مثل رایه ای که از بدن تو استشما می شود به من لذت نمی دهد که دست را به طرف او دراز کردم آنا گفت زکریا صبر کن تا اول از صحبت خود نتیجه بگیریم و بعدا من در اختیار تو هستم گفتم آنهای عزیز من بهترین است که ما صحبت نکنیم زیرا آزموده این که وقتی حرف میزنیم بین ما اختلاف نظر به وجود می آید. من تو نباید به وسیله حرف به ارزش یکدیگر پی ببریم و طبیعت ما دو نفر را برای این آفریده که بدون تکلم و به طرزی دیگر هم دیگر را دوست داشته باشیم. آنا نظری به فرش اتاق انداخت و آنگاه گفت. زکریا من فکر می کنم که تنها کال بوده من از نظر تو گران بهاست آیا چنین نیست؟ گفتم آنا مگر تو اکنون به من نگفتی که زن من هستی وقتی اظهار کردم که آرزویم این بود که تو را ببینم با جواب خود مرا مورد نکوهش قرار دادی و با لحن توبیخ گفتی که آیا آرزوی تو فقط همین بود آنا گفت زکریا بگذارید قدری بدون صحبت کنیم و موقع معاشقه هم خواهد رسید پرسیدم آنا چه میخواهی بگویی؟ آنا گفت پدرم میداند که من و شما زن و شوهر هستیم شما بدون اطلاع پدرم مرا در کلیسا عقد کردید ولی حاضر است که من و شما را ببخشد مشروط بر اینکه هرچه او میگوید شما بپذیرید گفتم آنا پدرت چه میخواهد بگوید آنا گفت تا کنون پدرم هر وقت که با من صحبت می کرد طوری حرف میزد که گویی من هنوز بچه هستم ولی دیروز و امروز لحن او عوض شده بود. طوری با من حرف میزند که من میفهمم او مرا یک دختر بالغ و عاقل میداند. چون فکر میکند که من میتوانم منظور او را بفهمم. نقشه خود را برایم شهر داد و من به خوبی نقشه او را فهمیدم. امیدوارم که شما به اهمیت و ارزش نقشه پدرم پی ببرید و مطابق میل او عمل کنید. پرسیدم. آنا نقشی پدر شما چیست؟ آنا گفت شما میدانید که پدر من بعد از امپراتور به سوی او توجه دارد به همین جهت است بعد از اینکه امپراتور به ملت خود خیانت کرد و با لاتینی ها متحد شد و دین ما را مطیع لاتینی ها نمود به همین علت پدرم به حکم اینکه یک یونانیست و برج مرد این شهر می باشد مکلف شده که نگذارد ملت یونان برده ی لاتینی ها شود فلا برای حصول این منظور مبادرت به اقداماتی نماید که او را در انظار خفیف کند گفتم آنا من صحبت تو را در گذشته شنیده ام و پدرت هم یک شب در همین خانه راجب این موضوع ولی با مزامین دیگر با من صحبت می کرد آنا گفت دنیای کتاب صوتی